زبیه فرهنگ استاد دانشگاه برای بحث بیشتر اینجا با ماست. آقای فرهنگ بسیار زیاد خوش آمدین. ارزیابی کلی شما از گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی چی است؟ فکر میکنین که میتونن به یک نتیجه دست پیدا بکنن؟ سلام به شما بیننده ها. خب دولت وحدت ملی در دو سال گذشته تلاش های زیادی در امر صلح اما بدون نتیجه انجام داد. بالاخره آخرین تحولی که ما میتونیم در این مذاکرات در نظر بگیریم پیشبرد مذاکرات با حزب اسلامی است بدون شک. البته وقتی که گفتگو با حزب اسلامی مشمول زمان میشه یک مقدار شک و تردیدها را بیشتر میسازه. خب حزب اسلامی میگه که ما در کل با یک کلیت به نام جمهوری اسلامی افغانستان بالاخره مذاکره میکنیم، هدف ما هم اگر ارزش هایی که ما میخوایم قبول بکنیم یا بپذیریم هم چیزی به نام حکومت وحدت ملی نیست، یعنی یک کلیت ذهنی است به نام جمهوری اسلامی افغانستان که در رأسش یعنی در رأس هر سه قوا رئیس جمهور قرار گرفته و باید صلاحیت های رئیس جمهور افزوده شود و مویاده حاکمیت که بسشان است. اما در بحث انتخابات، یعنی شفافیت انتخابات یا برگزاری یک انتخابات شفاف را اینا یک از موارد دیگه مطرح میکنن. نکته ای که وجود داره است که درست است انتخابات شفاف باشد و به صورت شفاف برگزار شود، اما چه وقت؟ این ابهام وجود داره. حکومت وحدت ملی هم در این زمینه باید طالب وضاحت شود، اما قسمی که اونا طالب وضاحت در قسمت در موارد دیگه میشن، دولت هم حکومت هم باید این مسئله رو بپذیرن یا سوال کنن که بالاخره اگر مثلا انتخابات شفاف برگزار چی وقت؟ 3 سال بعد؟ 6 ماه بعد؟ چی وقت؟ وقتی که حزب اسلامی اگر قرار شود بیایه باز انتخابات شفاف برگزار شود. اینا موارد است که سوال های یا ابهام هایی است که وجود داره. بحث دیگر هم خوب همو آزادی زندانیان حزب اسلامی است، بحث خارج ساختن نام اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد هست و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است که این بحث من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات بیشتر میشه در مسیر مذاکره با حزب اسلامی، هرچند اونا میگن که ما مثلا مطرح نکردیم، باید در یک تفاهم بین افغانی حل شود یا مردم افغانستان موافقت کنه در خارج یا بمانه. در توافقنامه حزب اسلامی با حکومت افغانستان که بر رسانه ها درس کرده، در اونجا در یک مادهش ذکر شده که حکومت افغانستان میکوشه در همانگی با حزب اسلامی، یعنی امو شرط حزب اسلامی را پذیرفته که باید نیروهای خارجی به شکل کل از افغانستان خارج شوند. اما با در نظر داشت توافقنامه امنیتی که حکومت افغانستان عملا با ایالات متحده آمریکا داره، فکر میکنین که این توافقنامه عملی باشد حداقل این موردش؟ اصلا طرح یک چنین بحثی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شود دیگه موضوعیت نداره، چون ما موافقتنامه های دو جانبه با ایالات متحده آمریکا و غرب داریم. حضور نیروهای بین المللی در افغانستان دیگه تعریف شده و پس از امضای بی اس ای دیگه من فکر میکنم که بحث اصلا موضوعیت نداره که ما بیایم باز هم تفاهم دیگه ای رو اندازی بکنیم که نیروهای بین المللی در افغانستان بمانند یا نمانند. اما نکته اساسی چیز دیگری است. نکته اساسی است که بالاخره صلح با گروه هایی که هر روز فاجعه در افغانستان خلق میکنند آیا یک ضرورت است، یک نیاز ملی است یا سرکوب این گروه ها یک نیاز ملی است؟ من فکر میکنم که وقتی که ما مراجعه میکنیم به جامعه، به میان اقشار مختلفی از مردم، مردم تاکیدشون نیست که باید دولت در سرکوب کردن و از بین بردن گروه های تروریستی که هر روز در نقاط مختلف افغانستان فاجعه خلق میکنن باید اقدام کنن، تا اینکه مثلا بیایم ما مذاکرات صلح با امارت اسلامی یا گروه هایی که هر روز فعالیت های تروریستی انجام میتن با اونا یک نیاز ملی در نظر بگیریم. این یک نکته. نکته دوم گیرم که صلح یک نیاز ملی باشد با اعضای حزب با امارت اسلامی، آیا این نیاز ملی در حقیقت با فکر قومی میتونه بالاخره برآورده شود؟ آیا وقتی که ما میگیم تامین صلح به عنوان یک نیاز ملی جزء از مؤلفه های منافع ملی افغانستان میشه، چیزی که ما معمولا مطرح میکنیم، آیا تامین کردن مؤلفه های منافع ملی با فکر قومی میشه تامین کرد؟ نه. من فکر میکنم که منافع ملی در حقیقت توسط تفکر ملی تحقق پیدا میکنه، این تفکر یعنی ملی است که تحقق پیدا میکنه، چیز دیگر که در حال حاضر در میان سیاسیون و در میان شمار از آگاهان سیاسی شکل گرفته ای است که گفتگو با حکمتیار نمیتونه هیچ گونه نفره به خاطر تامین امنیت در افغانستان داشته باشه، به خاطر از ادعای از اونها ای است که حکمتیار به عنوان یک مهره سوخته فعلا در داخل افغانستان مطرح است، چون اعضایش در حال حاضر هم بخش از حکومت هستند و یا ای که عملا در حکومت هستند
و تنها خود حکمتیار است که از حکومت بیرون مانده و ایره یک امتیاز دهی از جانب حکومت افغانستان به حزب اسلامی میدن. دو بحث وجود داره که بالاخره هر گروهی که میخواین مذاکره بکنن بیان مذاکره بکنن، دولت افغانستان خواهان مذاکره است. بحث دوم هم همین است که دیگر حکمتیار او قدرت و صلابت گذشته را نداره که بیاید مثلا یک وزنه داشته باشد که با آمدن اینها به مذاکرات صلح بالاخره خشونت در افغانستان یک مقدار کاهش پیدا بکنه. اما مشکل اصلی نبود برنامه است در مذاکرات صلح افغانستان. ببینین شما از روزی که مذاکرات صلح شروع شد حداقل از در ظرف دو سال گذشته شما گاهی مثلا با پاکستان رابطه ما بسیار مثبت بوده، یک نوع انعطاف وجود داشته، گاهی هم رابطه ما کاملا تیره و پرتنش شده و از طرف دیگر هم با مخالفین یا با رقیبان پاکستان هم ما رابطه دیگه ای داشتیم. این نشان میده که برنامه وجود نداره. اگر برنامه وجود می‌داشت ما از مرگ مولا عمر میتونستیم بسیار استفاده کلان در مذاکرات صلح بکنیم. حداقل در گفتگو با هیئت حزب اسلامی فکر نمی‌کنین که چنین مورد مطرح بحث نیست؟ یعنی عملا حکومت افغانستان هم داره یک برنامه است، اما شکلی که سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که این گفتگوها هنوز هم ادامه داره و خیلی امیدوار هستند که میتونن به نتایج دست پیدا بکنن. نگاه افغانستان در کل در مذاکرات صلح من فکر میکنم بیشتر تاکتیکی است تا یک راهبرد که بر اساس راهبرد اینا عمل کرده باشن. شما ببینید چانس هایی که ما هنوز تا به حال از دست دادیم نشان میده که برنامه وجود نداشته. چانسی که مثلا در مرگ مولا عمر در پاکستان اتفاق افتید یک فرصت خوبی بر افغانستان مساعد شد که میتونست هم در سطح منطقه و بین المللی استفاده بکنه. نکته دوم را من فکر میکنم که مرگ مولا منصور هم یک از فرصت های طلایی برای افغانستان بود که میتونست از این فرصت استفاده بکنه، اما برعکس مرگ مولا منصور باعث میشه که تا جای قدرت چانزنی پاکستان در میان طالب ها بیشتر شود و امروز یعنی یک وحدت درونی در میان طالب ها وجود داره. حکومت افغانستان میتونست از مرگ مولا منصور استفاده بکنه، یعنی چی موارد را میتونست استفاده کنه، حداقل چی کارهایی را باید انجام میداد؟ خب قبل از قبل باید یک مقدار پیش‌شرط های تعیین میکرد که بر اساس پیش‌شرط ها حرکت میکرد. شما ببینید یک روز مثلا بحث مذاکرات بالای قانون اساسی افغانستان منتفی است، هیچ کس مطرح نمی. روزهای دیگر ما میبینیم که به فراموشی سپرده میشه، گاه گاه بحث از مذاکرات بالای ارزش های قانون اساسی هم صورت میگیره. بحث های دیگری هم وجود داره. مسئله دیگری که ما میتونیم در داخل افغانستان در نظر بگیریم از بین بردن گروه های تروریستی است که دولت افغانستان مثل داعش باید در برابر گروه هایی که هر روز هیچ به مذاکره باور ندارن، اصلا اعتقاد به مذاکره ندارن، باید در برابر اینها هم همچنین اقدامات جدی روی دست میگرفت. متاسفانه چنین اقداماتی هم تا به حال روی دست گرفته نشده. در همون روز افتتاح پارلمان شما شاهد بودین که رئیس جمهور غنی دستور داد عملا یعنی به شکل گفتاری خو حداقل گفت بر رسانه ها که نیروهای امنیتی پس از این حق دارن از تمام امکاناتشون به خاطر نابودی گروه های هراس افغان در افغانستان اقدام بکنند. خوب برای اولین بار هم تمام گروه های هراس افغانی که در افغانستان می جنگن اونا را دشمن خطاب کرد. خوب در سطح گفتار ما می توانیم چنین چیز را ببینیم، اما عمل چیز دیگری است. در عمل واقعیت این است که میزان نقش آفرینی های طالب ها هر روز در افغانستان بیشتر میشه. ناامنی افغانستان کشور است که امروز به شدت ناامن است، امروز به جای صلح ناامنی است، امروز انفجار است، انتحار است، بالاخره گروگانگیری است و بسیار از فاکتورها و راه‌های دیگه ایر طالب ها امروز در این مسئله روی دست میگیرن. در حال حاضر فکر میکنین شرایط جنگ و صلح چقدر دشوار و پیچیده تر از پیش شده؟ چون عملا با رهبری تازه گروه طالب ها شما شاهد هستین که یک بخش از شبکه حقانی هم آمده دخیل شده دیگه در ردیف طالب ها و ایمان الظواهری هم عملا آمد با طالب ها پیوست. یعنی در حال حاضر سه گروه هراس افغان با هم یک جا منسجم شدن و عملا اقدام میکنن به خاطر جنگیدن در برابر نظام و حکومت افغانستان. خب از همان زمانهایی که مثلا ما سرکوب طالب ها را به عنوان یک نیاز ملی در نظر نگرفتیم، آمدیم گفتگو با گروهی را که مثلا اصلا با مذاکره باور ندارند را جزی از اولویت ها در سیاست داخلی و خارجی خود در نظر گرفتیم، نشان داد که بالاخره ما موفق نبودیم، برنامه ای نداشتیم، امتیاز دادیم، منطقی امتیازدهی را در نظر نگرفتیم. پاکستان امروز بیش از پیش اشتهای امتیازگیریش از افغانستان بیشتر شده روان است و نتیجه ای که ما بخوایم به دست بیاریم هم هیچ چیزی نیست. حتی در مذاکرات با حزب اسلامی هم شما اگر در نظر بگیرین این مذاکرات هر روز مشمول زمان شده میره، از زمینه های دیگه ای در کنار او موافقت نامه با وجود میه که آینده را تاریک میسازه. اما یک پرسشی که همیشه ای است که وقت در 15 سال یعنی هیچ کس پی نمیبره که طالبان گروهی هستند که هیچ گونه
علاقمندی به روند گفتگوهای صلح دارن. پس چرا با وجود که اگر قرار باشه که اینا درک میکنن که این گروه پایبندی به گفتگوهای صلح نداره، باز هم همون روند ادامه پیدا میکنه؟ 13 سال از جانب حامد کرزی ادامه پیدا کرد، حداقل 2 سال هم از طرف حکومت وحدت ملی. متاسفانه سیاست در افغانستان، من فکر میکنم که محکوم به عدم شناخت از واقعیت‌های عینی جامعه است که هر روز مردم افغانستان قربانی میتن. امروز واقعیت مسئله است که گروه های تروریستی در افغانستان هر روز فاجعه خلق میکنن، هر روز انفجار است، هر روز انتحار است، هر روز ما قربانی میتیم. اما سیاستمداران ما در یک تعداد خیالات گومن که بر اساس همان ناسیونالیزم دکم قومی گرفتارن و سرکوب طالب را و سرکوب گروه های تروریستی به عنوان یک امر لازمی و یک خاص ملی در نظر نمیگیرند، چیزهای دیگری است که اینها غرق در اون مسائل است و متاسفانه امروز هم ما یعنی امیدوار هستیم که پس از این به عنوان یک فاکتور ملی یا اون شکلی که شما اشاره کردین دیده شود و به شکل منسجم حکومت افغانستان اقدام بکنه بر نابودیش، چون تغییرات بسیار زیاد نسبت به حداقل به یک سال پیش ایجاد شده. یعنی تا حال ایالات متحده امریکا به شکل واضح اعلان نکرده بود که پس از این طالبا هم دشمن ماست و عملا به خاطر نابودی از اونا اقدام میکنه. حکومت در حال حاضر ایالات متحده امریکا چنین موقف را داره؟ بله، ما از لحاظ بین المللی مدافعینی داریم که میتوانیم از او فرصت ها استفاده بکنیم، اما در داخل ساختار به نام دولت وحدت ملی گرفتار یک واقعیت است به نام کلونیسم تاریخی قومی که این حکومت را درگیر پارتی بازی ها ساخته. نهادهای امنیتی افغانستان به جای اینکه افراد واقعا با تجربه متخصص و کاردان و متعهد به منافع ملی افغانستان بیان در رأسش قرار بگیرن، بیشتر بر اساس همین سیاست های پارتی بازی در خدمت اونها قرار میگیرن و ما متوجه میشیم که نتیجه دیگه ما نداریم. یعنی صلح دیگر ما فکر میکنیم که با امارت اسلامی دیگر خیال است، یعنی چیزی دیگر ما نمیبینیم. از مذاکرات چهار جانبه گرفته تا قبل از او تا پس از او، درست از یک تعداد خوشبینی های را حداقل این مذاکرات چهار جانبه با وجود دارد، اما به دلیل اینکه ما در داخل زیاد مشکل داریم، همین واقعیت های تلخ داخلی باعث شد که ما در بیرون هم نتیجه خاصی به دست نبیاریم. اما با وجود این زد و بندهایی را که شما عملا اشاره کردین که در حکومت وحدت ملی وجود داره، وان هم امیدوار هستین که میتونیم با یک نتیجه دست پیدا بکنیم با حزب اسلامی؟ با حزب اسلامی خوب یک تعداد اختلاف نظرها هنوز هم وجود داره. من فکر میکنم که با توجه به تحولاتی که شکل گرفته امکان داره در ماهای بعدی به یک نتیجه منتج شود، اما با گروه های دیگه که هر روز حمله انتحاری میکنن، انفجار میکنن، انتحار میکنن، امر جهاد صادر میکنن، فکر میکنم فقط راه حل اساسی این است که فقط با سیاست سرکوب با اینا برخورد شود، چیز دیگری نه. سپاسگزار هستم از حضورتان که در بحث برای بیشتر با ما بودین.